الله الرحمن الرحیم. معصرین عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موضوع درس ما، درس هفتم فصل ششم، مضمون اساسات دیجیتال است که شما را خوش آمدید میگم. موضوع درس ما، یعنی عنوان درس ما هست فلپ فلاپ جی کیو. محسن عزیز، ما قبلا رابطه با نوع فلفلاپ بحث کردیم که او عبارت از فلفلاپ دی بود، که در فلفلاپ دی دو نوع فلفلاپ دی را بحث کردیم، حساس به لبه منفی و حساس به لبه مثبت. در این ساعت درسی فلفلاپ دیگر را بحث میکنیم که او عبارت از فلفلاپ جی کیو است. فلفلاپ در کل باید سه عمل انجام دهد، یعنی سه عمل باید انجام بدهد که عمل سید هست، عمل رسید هست و عمل معکوس شدن است، که ما قبلا خوندیم که چه زمانی یک فلفلاپ در عمل سید قرار میگیره که نتیجه کیوش مساوی با یک شد، و زمان فلفلاپ ما در حالت رسید قرار میگیره، یعنی در عمل رسید قرار میگیره که نتیجه کیو ما مساوی با صفر شد. و همچنان عمل سیومی را که باید فلفلاپ انجام بده معکوس شدن خروجیش است، که یعنی کیو به کیو زبر یا کیو زبر ما به کیو، که حالت چنج یا تبدیل از کیو به کیو زبر بنامه چیز میکنه معکوس یا متممش. پس فلفلاپی جی کیو یک از فلفلاپ های است که این هر سه عمل یا امی سه کار چی میکنه انجام میده. به این معنی کار سه ترم انجام میده، کار رسیت را انجام میده و کار معکوس شدن خروجی را چی میکنه انجام میده. محسن عزیز، به خاطر ای که ما مدار فلفلاپ جی کیو را خوب بشناسیم، باید فلفلاپ جی کیو را ترسیم بکنیم، این سمبول گرافیکیش ما ترسیم بکنیم. به خاطر ترسیم سمبول گرافیکی فلفلاپ جی کیو، ما نیاز به یک فلفلاپ دی نیاز داره که او هم حساس به لبه مثبت باشه، و همچنان به دو تا گیت اند، یک تا گیت اور و یک تا گیت نات هم چی داریم؟ نیاز داریم. خب دقت بکنین محسن عزیز. ببینین محسن عزیز، یک ورودی ما به نام جست و یک ورودی ما به نام کیوز، به نام جی که میگن ما، یا جی کیو، کیو نه که، جی که یا که. ببینید در جی خود ما یک تا گیت اند داریم، که دو تا گیت اند داشته باشیم، و جی کی و کی خود را ما در یک گیت اند دیگه داریم، و نتیجه ای هر دو گیت خود ما در گیت دومی خود قرار میتیم که او عبارت از گیت اور است. گیت چیست؟ گیت اور است. اما در کی خود، در کی خود ما قبل از گیت اند خود ما باید یک تا گیت ناترم داشته باشیم، چون ما قبلا گفتیم که در فلفلاپ جی که ما دو ورودی داریم، یک جست یکی کست، که دو تا گیت اند، یک تا گیت اور و همچنان یک تا گیت نات، و در پهلوی این مدار یک تا فلفلاپ دی حساس به لبه مثبت نیاز داریم، که از خروجی ای نماد ترسیمی فلفلاپ
حساس به لبه مثبت داشتیم ما قبلا که عبارت از کلاک بود CLK و یکش دی بود، دو تا خروجی داره، یکش کیوز و دیگرش کیوزبر. خب دقت کنید مثلا عزیز، فلافلاپ جک یا جک، ما یک تا ورودی ما جست، یک تا ورودی ما کست که کای ما داخل گیت نات میشه، بعد از داخل گیت اند، ای هم داخل گیت اند، نتیجه از اینها داخل گیت اور میشه، بعد از داخل فلافلاپ جی حساس به لبه مثبت میشه. سوال در اینجاست مثلا عزیز، ای مدار تا هنوز یک مدار ناقص است. نواقص از ای یا نقص از ای در ای بود ای است که ما گفتیم که گیتی اند گیتی است که حداقل دو ورودی میتونه داشته باشه، پس تا هنوز ما یک تا ورودی داریم، پس ورودی اینها را که ما تکمیل بکنیم نتیجه کیو را ما میاریم در ای گیتی خود و نتیجه کیو زبر خوده میاییم دیم. حال مدار ما به صورت منظم تکمیل شد محسین عزیز. ای یک نمودار یا یک شکل فلفلاپ جک یا جکست. ورودی جه محسین عزیز خوب دقت کنن، ورودی جه فلفلاپ را در یک، ورودی که آن را در صفر می نشاند. وقتی که هر دو ورودی به ایمانا که ج و که مساوی به یک باشه، پس خروجیش معکوس میشه. به خاطر حل این موضوع یا سقبودن این موضوع خروجی و ورودی ای، ما از رابطه زیل استفاده میکنیم که او عبارت از دی مساوی میشه ج کیو زبر جمع که ضرب که زبر ضرب کیو. ببینین دقت کنین محسن عزیز، ما رابطه را داریم، دی مساوی میشه با ج کیو زبر جمع که زبر کیو. اگر شما متوجه باشین این رابطه رابطه اکس اور است. رابطه چیست؟ رابطه اکس اور است. رابطه اکس اور، گیت اکس اور، ما قبلا خوانده بودیم که دو متحول ورودی داره، یک متحول چی داره؟ خروجی داره. وقتی ما دی را به دست میاریم در حقیقت ای یک مدار چیست؟ اکس اور است. خب دقت بکنین حال محسن عزیز، وقتی ما بخوایم که خروجی دی را از ورودی های ج و که خود ما به دست بیاریم، ما چون دو متحول داریم، دو موضوع مورد بحث قرار میتیم، سر دو متحول بحث نکنیم. یک صفر و صفر است، صفر و یک است، یک و صفر است، یک و یک است. به این معنی که این ستون ما به نام ج و این ستون ما به نام که، ما چون دو متحول داریم، یک ج و یک هم چی؟ که. پس ج ما و که ما دو متحول میشه، پس ما دو متحول از نظر باینری به این شکل نوشته کرده میتونیم. خب دقت کنین حال محسن عزیز، در رابطه اول ما دی مساوی میشه ج ما چند است؟ صفر ضرب کیو زبر جمع که ما مساوی به صفر، که زبر ما متمیمش یک ضرب کیو. پس نتیجه میشه صفر ضرب کیو زبر صفر، یک ضرب کیو، یک ضرب کیو کیو میشه، پس نتیجه ما کیو میشه. خب دقت کنید،
صفر ضرب کیو زبر صفر شد، یک ضرب کیو ما کیو، پس کیو ما جمع صفر مساوی چی میشه؟ کیو. در رابطه دوم ما دی مساوی میشه جی ما مساوی به صفر، صفر ضرب کیو زبر جمع که زبر ما که ما مساوی به یک، که زبر ما چون یک که ما یک است، که زبر ما صفر میشه، صفر ضرب کیو. پس صفر ضرب کیو زبر مساوی به صفر، صفر ضرب کیو ما شما صفر، پس صفر جمع صفر مساوی به صفر. در رابطه سیوم ما شما جی مساوی میشه جی ما مساوی به یک، یک ضرب کیو زبر جمع که ما صفر، متمم صفر یا مکمل صفر یک است، ضرب چی؟ ضرب کیو. پس یک ضرب کیو زبر میشه کیو زبر جمع یک ضرب کیوی ما کیو. ما نظر به قانون جبر بول خواندیم که کیو زبر جمع کیو مساوی به چی میشه؟ مساوی به یک. رابطه چهارم خود را ثبوت میکنیم. خب دقت کنین مسئله نیست. جی ما یک ضرب کیو زبر جمع که زبر ما که ما مساوی به یک، که زبر ما مساوی به صفر ضرب کیو. پس مساوی میشه یک ضرب کیو زبر میشه، صفر ضرب کیو صفر میشه، پس نتیجه ما مساوی به چی میشه؟ کیو زبر میشه. خب دقت کنین. حال برویت این چهار رابطه ما میتونیم که بگویم که زمانی که جی و که ما مساوی به صفر باشه نتیجه ما مساوی به چیست؟ کیوست. زمانی که جی ما صفر و که ما مساوی به یک باشه نتیجه ما صفر است، به این معنی در حالت رسید. زمانی که جی ما مساوی به یک باشه، که ما مساوی به صفر باشه، در این صورت کیو ما، در این صورت جی ما مساوی به یک میشه که در حالت صد قرار میگیره. زمانی که جی ما مساوی به یک باشه که قبلا هم گفتیم و که ما مساوی به یک باشه در حالت معکوس قرار میشه که عبارت از کیو زبر. محسن عزیز، ما جدول عمل کردی فلفلاپ جی که خود ترسیم میکنیم بریت امین موضوع عمل کرد چه ترسیم میکنیم؟ ما دو متحول داریم، یکی جست یکی که، و داریم تی جمع تی جمع یک، تی جمع یک، باز هم صفر 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 یک یک صفر یک یک. خب دقت کنید نظر به این رابطه ها که ما شما ثبوت کردیم، وقتی جی ما مساوی به صفر باشه، که ما مساوی به صفر باشه، نتیجه ما مساوی به کیو برآمد. وقتی جی ما مساوی به صفر باشه، که ما مساوی به یک باشه، نتیجه ما صفر برآمد. پس وقتی ما صفر برای کیو ما، مدار ما یا فلفلاپ جی که ما در حالت رسید قرار داره. وقتی که جی ما مساوی به یک باشه، که ما مساوی به صفر باشه، در این صورت نتیجه ما آمد کیو مساوی دی ما مساوی به چی شد؟ مساوی به یک. پس مدار ما در حالت چی قرار داره؟ ست. اما زمانی که جی ما مساوی به یک، که ما مساوی به یک باشه، مدار ما در حالت کیو زبر است که او عبارت از معکوس شدن است. اما ببینیم زمانی که ما و شما هر دو متحول ورودی خود صفر داشته باشیم که نتیجهش کیو آمد، این را به نام نو چنج یاد میکنه، این در بدون تغییر. اما زمانی که جی کیو ما مساوی به چی آمد که معکوس شد، این را به نام کامپلمنت یاد میکنه، یعنی متمم. چی؟ متمم، کامپلمنت. محسن عزیز، این عبارت از جدول عملکرد فلفلاپ جی که و نمودارش ترسیم میکنیم. همه شکل به حساب سمبول گرافیکی این مدار خود ترسیم میکنیم. خب دقت کنیم مثل عزیز، عیناً مثل سمبول گرافیکی فلفلاپ دی
ما چون کلاک چی داریم؟ یک که داریم، یک جه داریم و یکم کلاک داشتیم، دوتا خروجی داریم، یکش کیوز و دیگرش کیوز بحر. این شکل یا سمبول گرافیکی چی هست؟ سمبول گرافیکی فلافلاپ جه که. درس ما به منجا به پایان رسید. پیروز و موفق و کامگار باشیم از این عزیز. تشکر.